به خبرهای نیمروزی خوش آمدید. هشدار رئیس مجلس به غربی ها: تا زمانی که غرب با ادعاهای کذب به دنبال افزایش فشار باشد، گفتگوی مثمری شکل نمیگیرد. تکرار ادعاهای کذب رژیمی که به دروغگو بودن شهرت دارد با درخواست دیپلماسی و مذاکره سازگار نیست. بازتاب گسترده پرتاب موفق ماهواره چمران یک با ماهواره بر قاره پیمای قائم در رسانه های منطقه و جهان. یورونیوز پرتاب ماهواره چمران را تحولی شگرف در برنامه موشکی و فضای ایران خواند. وحشت در تل‌آویو با غرش موشک مافوق صوت یمن. رسانه‌های عبری: گنبد آهنین کاملا شکست خورد. بیش از 2000 کیلومتر را در 11 دقیقه و نیم این موشک سپری کرد. در این عملیات یک هدف نظامی در منطقه یافا در فلسطین اشغالی هدف قرار گرفت. بارش برف و باران در واپسین روزهای تابستان. سیلاب به برخی مناطق استانهای شمالی خسارت زد. هشدار هواشناسی: 10 استان همچنان در معرض سیلاب. نایب قهرمانی وشوکاران ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا با کسب 7 طلا، 3 نقره و 5 برنز. و در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم قانون منع واردات کالاهای مشابه ساخت داخل چه تأثیری در افزایش توان تولید داخل داشته؟ با پایان مهلت پیش‌بینی شده در این قانون چه تغییراتی در روند واردات کالاهای خارجی به کشور ایجاد شده؟